به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان و شما بیننده ها و هموطنان عزیزم. بله، شما و اینجا استودیوی برنامه روشنا هست. بسیار بسیار خوشحال هستم که شما عزیزان را امروز همراه خود ما داریم. شما هموطنان خوب، شما پدرها، شما مادرهای عزیز، خوش آمدید میگم به یک شما عزیزان و خوشحال هستیم که امروز را این برنامه روشنا را در جمع شما خانواده های عزیز تقدیم میکنیم. بله، گفتیم خانواده های عزیز و محترم، خانواده شما عزیزی که همیشه و همیشه فضای او پر از صفا و صمیمیت و مهربانی هست و استحکام دارن. بله، آیا خانواده شما استحکام داره؟ آیا بنیاد و ریشه او محکم است؟ حتما قسم است. ولی اگر خدای نکرده در زندگی خودتان احساس میکنین که زندگی و خانوادهتان مستحکم نیست و استحکام نداره، آیا تا به حال فکر کردین که چی باید بکنیم که زندگی ما و خانه و زندگی ما مستحکم شود؟ اعضای خانواده ما پیوند و رابطه او زیبا و زیباتر شود. آیا تا به حال در این مورد فکر کردین؟ چی باید بکنیم که زندگی، فضای خانه و خانواده ما مستحکم و پایدار شود؟ برنامه روشنا امروز این سوال شما عزیزان را جواب میتن. پس حتما بیننده برنامه ما باشین. و اما بعد از یک میان برنامه خواهش میکنیم از کارشناس محترم که وارد استودیو شوند و صحبت و گفتگو را همراهشان آغاز میکنیم. همراه ما باشین. سلام، با توصیه های امروزمون خوش آمدید. با شنیدن و عمل به این توصیه ها زندگیتان را سرشار از محبت و موفقیت کنید. موضوع استحکام خانواده. خانواده بنیادی ترین نهادی است که وظیفه تربیت و سازندگی افراد را بر عهده دارد و اگر افراد نتوانند خانواده را تحکیم ببخشند، نمیتوانند به اهداف متعالی خود برسند. پس چه کنیم خانواده ما استحکام داشته باشد؟ رمز اول، رشد و آرامش داشته باشیم. چیزی که در خانه و خانواده های ما دیدن نمیشه رشد و آرامش است. خانه ای که در آن آرامش است، رشد هم هست. و اگر در خانه ای آرامش باشد ولی رشد نباشد، آن خانه همانند مردار است. و این آرامش به دستان پدران و مادران ایجاد می شود. نقش همسران نقش مهم در آرامش بخشیدن. هر کس با هر عملی آرامش خانواده را بگیرد، از مدار الهی خارج و در خط شیطان است. رابطه زن و مرد باید بر اساس مودت و رحمت باشد تا تداوم آرامش و به دنبال آن رشد در زندگی و خانواده ایجاد شود. آرامش خانواده با بدرفتاری، عصبانیت های همیشگی، تحقیر و توهین و تنبلی از بین می رود. پس مراقب آرامش خانواده و اعضای خانواده خود باشید. آرامش یعنی استحکام خانواده. رمز دوم، بین خود و خانواده تان روابط و پیوند عاطفی ایجاد کنید. عوامل گوناگونی موجب آسیب دیدن پیوند عاطفی خانواده شده و انسجام آن را به مخاطره می اندازد. یکی از عوامل اثرگذار بر گسستگی انسجام خانواده، گسترش رسانه‌های جمعی به استفاده افراطی و زیاد از حد از آن است. مانند استفاده بیش از حد از موبایل و غیره. رسانه‌های جمعی به تدریج جای ارتباط بین افراد را از نوع چهره به چهره گرفته و توانستند فضای انفرادی را به جای فضای جمعی و اجتماعی خانواده حاکم کنند. ارتباط بین فرزندان و والدین و ارتباط بین زن و شوهر در استحکام خانواده مهم است. تجربیات نشان می‌دهند که هر اندازه ارتباط میان فرزندان و والدین و همچنین ارتباط میان همسران به دلیل مصرف بیش از حد از رسانه‌ها کاهش یابد،
فاصله عاطفی و هیجانی و همچنین فاصله شناختی میان اعضای خانواده بیشتر می شود و در نتیجه استحکام خانواده از بین می رود. همیشه با ما و توصیه های طلایی همراه باشید. خب از دان بیننده خوش آمدید میگم به یک یک شما و آرزو میکنم که امروز هم مثل سایر روزها همچنان بیننده برنامه باشین. قبل از اینکه صحبت و گفتگو رو شروع کنیم نمبر واتساپی رو براتون میگم و تشکر میکنم از کسایی که با ما در ارتباط هستن، پیام صوتی برای ما ارسال کردن. به هر حال شما عزیزانم میتونین با ما در ارتباط باشین. مثبت 964-780-255-40-13. خانم سجادی را امروز در استودیو داریم و گفتگو را همراهشان شروع میکنیم. سلام خانم سجادی و بسیار خوش آمدید میگم به شما. سلام عرض میکنم به شما عزیز و دیگر عزیزانی که پشت تلویزیون هستند و همراه ما هستند. انشاءالله که روز خوب خوشی را آغاز کرده باشند در کنار فامیل های محترم و عافیت و صحتمند باشند. زنده باشین. بسیار تشکر. خانم سجادی، ما اول همین گفتگوی هر هفته خود آغاز میکنیم و ای که ما در روزای یکشنبه هفته های قبل در رابطه با استفاده صحیح از رسانه را با گفتگو کردیم و ای که خب به هر حال گفتیم که اگر استفاده صحیح صورت بگیره ما استحکام خانواده را در او خواهیم داشت. درست؟ یعنی کلا موضوع برنامه ما استحکام خانواده است که به هر حال میان برنامه توصیه های طلایی را تقدیم عزیزان بیننده کردیم و امیدوار هستیم که با این توصیه ها و این رمز هایی که گفته میشن بتانه اثرات بسیار خوبی را در فضای جمع خانواده ای عزیزان ایجاد کنند. و اما ای که خب چه قسم و چگونه ما بتانیم این استفاده را و این مصرف را صحیح کنیم در زندگی های خود؟ با سبک هایی را شما بیان کردین و ادامه از او را ما میخواییم امروز داشته باشین برای ما. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته شروع کردیم بحث رو درباره مبحث رسانه و جایگاهش در جامعه و خانواده صحبت کردیم. ما این جلسه انشاءالله میخواییم صحبت کنیم که چطوری ما مدیریت کنیم مصرف رسانه رو. در جلسات گذشته صحبت کردیم قبل از اینکه وارد مبحث مدیریت رسانه در خانواده بشیم باید ببینیم چه سبک هایی دارن والدین، که ذکر کردیم سبک تربیتی مستبدانه هست. بله. که سبک تربیتی مستبدانه اصلا نه محبتی میکنه به فرزند، نه حمایت میکنه به فرزند. بله. فقط نظارت و انتظارات داره. خب در هر یک از امورات تربیتی چنین سبکی خب مطمئنن اثرگذاریش بسیار پایین در هسته. شاید فرزندانی باشه که لجوج بشن یا شاید حرف‌شنوی داشته باشن ولی آنقدر اثرگذاری عمیقی نداشته باشه برشان. که ما ازشون انتظارات داشته باشیم ولی حمایت و محبت نداشته باشیم. دوم سبکی که خانواده ها در تربیت فرزندانشون ممکنه پیش بگیرند سبک تربیتی بی‌اعتنا هستش. خب بی‌اعتنا 4 کلید واژه مهم: محبت کردن، حمایت کردن، نظارت کردن. نظارت کردن که ما جلسه گذشته گفتیم همین ارزیابی میکنه رفتارهای فرزندش و چه انتظاراتی میتونه داشته باشه کدام از یارا ندارد. پس ببینیم که این 4 سبکه که ما میگیم قصش میکنیم ببینیم در کدام جایش هستیم. اگر من پدر هستم، اگر من مادر. بله. ببینیم ما در کجای از او قرار داریم. بله. و بعد میریم سراغ ای که چجوری ما پیاده کنیم او برنامه‌ای که میخوایم بریزیم رو مصرف رسانه. سوم سبکی که احتمالاً بعضی والدین داشته باشن سبک تربیتی سهلگیر یا آسانگیر هستش. این سبک تربیتی به اولادش رو محبت میکنه اما مثلا نظارت و انتظارات نداره از اولادش. یک چارچوب معین نکرده. معین نکرده، فقط برش محبت میکنه. و 4 سبکی که بسیار بسیار سبک الگو و اون چیزی که مد نظر ما هستش در ای که در امورات تربیتی در خانواده مخصوصا در تعامل با فرزندان مد نظر ما هست سبک تربیتی مقتدران است. که این 4 استوانه تربیتی رو داخل خودش داره. یعنی هم محبت میکنه به طفلکاش،
هم حمایت میکنه. بله. و از این طرف به رفتارهایش نظارت و ارزیابی داره. و در نهایت اگر انتظاراتی از طفلکش، از نوجوانش داره، انتظاراتش تا حد قابل قبولی درست. اجابت میشه، چون بله. نوجوانش میبینه که مادرش محبت میکنه، نظارتش میکنه و انتظاراتی هم از من متقابلا داره، این حتما اثرگذار هست. خب من سبکار گفتم برای چی؟ چه لزومی داره که من بدانم که چه سبک تربیتی دارم؟ درست. یکی من اگر ببینم که خب اگه بچه‌م، اگه دخترکم حرف من رو گوش نمیده، من یک سره او رو توبیخ میکنم، تنبیه میکنم، سرش قال مقال میکنم، خب ببینیم من شاید سبک مستبدانه باشم. بله. من هیچ محبتی برای نمی کنم، مهربانی نمی کنم و از این طرف ازش انتظارات هم داره. یعنی یک کامل سختگیری است. بله. و قیدگیری مستبدانه همیسته. بله. کاملا سختگیری است، نه مهربانی، نه مودت، نه محبت، و فقط و فقط انتظارات داره، حالا گاهی وقت نظارت هم داره. یا یک وقتی خانواده میگه من محبت دارم، ولی هیچ وقت نوجوان یا جوان من، اگر که من بحث مصرف رسانه هست بهش میگیم که اگر موبایلت کمتر داخلش بازی کو، گیم بازی کو، اگر تلویزیون کمتر پشتی تلویزیون مصروف باش، از اندازه معقولش، اندازه مناسبش خارج نشو، خب چرا حرف من رو گوش نمیده؟ خب شما فقط محبت میکنی. یک وقتی باید همراهش نظارت کنی، یک وقتی باید همراهش بشینی حال گیم بازی کنی، یک تجربه مشترکی داشته باشی. بله. و بعد از او میبینه که مادرم پس سعی میگه، خودشم با من تجربه کرده، پدرم با من تجربه کرده، و بعد اونجا انتظارات پدر و مادر برآورده میکنه. خب حالا خانواده های میگه ما سبکمون مقتدر هستش، ما هم محبت داریم، هم حمایت داریم، هم نظارت داریم و هم انتظارات برآورده میکنه. بله. خب ما چجور برنامه بریزیم داخل فضای خانه که نظام رفتاری اعضای خانواده، رابطه همسرها با همدیگه، رابطه فرزندان با همدیگه، رابطه پدر و مادر با فرزند دچار مشکل نشه، حالی که کل مصروف گوشی هستن، مصروف کامپیوتر هستن، تلویزیون بله، هستن. بله. ما 5 قدم بسیار اساسی رو اینجا ذکر میکنم که این قدم ها اگر که گام به گام برداشته شوه، یک خانواده بسیار منظم و با عاطفه و در تعامل با هم میتونیم داشته باشیم. بله. ببینید کل کسایی که پیش دکتر میرن، حال چه دکتر صحی باشه، چه دکتر روانی باشه، هر دکتری باشه، قبل از اینکه دکتر گپ بزنه کی گپ میزنه؟ مریض. حالا احوالات خودم میگه. یا معلم، شاگرد، یا هر کسی که دو تا رفیق، دوست کنار هم میشینن، اندیوالا هم کنار هم میشینن، قصه میکنن، گپ همه میشنوند. یک جای گپ میفهمه که این درد داره، یک جای میفهمه که اندیوال نیاز داره من برش کمک کنم. یک وقت اندیوال برادم نصیحت میکنه، توصیه میکنه. دم پس مدیریت رفتار خانواده همین قسم هست. یعنی ما باید راه گفتگو و صحبت کردن باز کنیم. یعنی در مسائل خانوادگی این قسم باشه که خانواده دور هم بشینن، اگر چاشته، اگر که سباست، اگر که شام، هر چیزی هست، بشینن همراه هم قصه کنند، گفتگو کنند. خب حال که این قسم شد که تو در صنف مثلا 12 شدی، حالا که ضرورت پیدا کرد مثلا به خاطر این درس تو حال 16 خلاص شد، درست، حالا که تو گوشی دار شدی، تلفن دار شدی، به نظرت چه استفاده هایی میتونی از این بکنی؟ بله بله. از طریق گفتگو و شنیدن گپ ها و صحبت ها. بله. باب گفتگو باز شوه، اینکه بین اعضای خانواده بیان صحبت کنن درباره که چه فرصت هایی میتونن داشته باشه، حال که تلویزیون ما داریم، چه برنامه های خوبی هم میشه نگاه کرد، چه برنامه هایی هم میشه نگاه نکرد، نباید نگاه کرد. پس قدم اول یه که بین اعضای خانواده یک راه صحبت کردن. بله. و گفتگو و گفتمان وجود
داشته باشه. بسیار اهمیت داره این موضوع که اعضای خانواده یک فرصت را قرار بدن برای خودشان بشینن، گفتگو کنن، گپ بزنن. به این طریق چقدر زیبا است که گاهی وقتا مثلا حتی از فرزند خردسالشان، از یک نوجوان خودشان مثلا پرسان میکنن، یک نظر میخواین و او چقدر برش اهمیت داره که اینا گپ من و نظر من چقدر مهم است برای خانواده. بسیار گپتان صحیح. پس بعد از گفتگو کردن اعضای خانواده نوبت میرسه به اینکه همهشان به یک تفاهمی برسند. یعنی که به لحاظ ذهنی همه شد میگه خب پس حالا که این فرصت ها رو میتونه برای ما داشته باشه، این نشریات، اگه من نزدیک کتابخانه هستم، اگر داخل خانه من کدام رسانه‌ای هست، اگر اینترنت من فعال است، اگر من گوشی دارم، اگر تلویزیون، اگر کامپیوتر، من این تو استفاده ها رو میتونم داشته باشم، اینطور ضررها رو ممکنه که من داشته باشم از خاطر که استفاده نابجا بکنم، پس یک تفاهمی باید برسن که پس ما و دیگر اعضای خانواده باید یک مدیریتی داشته باشیم رو مصرف رسانه ما. این چه وقت میرسه که به این نتیجه میرسن؟ بعد از اینکه گفتگو کردن اعضای خانواده، وقتی که آسیبها، ضررها و حتی فواید این ابزار برای اطفال ما، برای نوجوانای ما روشن شد، اینها به این تفاهم میرسن. یعنی خانم سجادی، مثلا ما در رابطه با موضوع مثلا رسانه یا استفاده بیش از حد از تلویزیون یا موبایل، این موضوع را ما یک جلسه در داخل خانه خود ما تشکیل بدیم، بشینیم در بین اعضای خانواده خود گفتگو کنیم، بگوییم که زیاد از حد از موبایل استفاده کردن این قسم عوارض دارن، یا دیدن تلویزیون مثلا اینقدر فواید یا ضررها داره، که به این گونه کل اعضای خانواده متوجه از او شوند. بله. که بعد وقتی که آمدی گفتی که نه این کارو نکو، نمیگه که من دلم میخواد، نگویه که چرا پدرم تو میکنه. بله، بلکه خودش قبلا در این مباحث بوده و میدونه که اینها حرفشان نابجا نیست. پس بعد از اینکه به تفاهم رسیدن، نوبت به قدم سوم میرسه، اینکه همهشون پس توافق کنن یک قانونی نسبت به مصرف رسانه داشته باشن. درست. یک قراردادهایی بین اعضای خانواده داشته باشن. یک مثال بسیار زیبا ما برای خانواده و فامیل های محترم میزنم. شما وقتی در مارکت میرین، یک سبد میگیرید، یک مارکت کلان است، میخواید برای مصارف خانه چیز میزی خرید کنید. حالا در اون مارکت که میرید، داخل اون سبد چی میمانید؟ اگر که شما برای مصرف یک هفته ایتان باشه، من مثالش حالا از شما میگم، شما در اون مارکت چه چیزهایی قرار میدید؟ در اون صفحه چه چیزهایی قرار میدید؟ خب سودایی که آدم نیاز خانه ایش است دیگه، حالا امکان داره برای آشپزخانه باشه، برای پخت و پز باشه، یا پوشاک اگر باشه، نه خب با توجه به نیاز آدم چیزهایی که وجود داره تهیه میکنه. حالا اگر برای خورد و خوراک باشه، خب مسلم است که خب آدم مثلا روغن میگیره یا یک بوجی برنج یا هر چیزی که کار است مثلا داخل از اون میمونه. بله، بدن ما مصارف مواد غذایی مختلفی نیاز داره. ما هم برای مصرف حالا ای که ابزارهای تکنولوژی بخوایم استفاده کنیم، یک سبد مصرفی باید داخل خانواده ما داشته باشیم. یعنی چی سبد مصرفی؟ یعنی که اگر که ما به عنوان یکی از اعضای خانواده هستیم و کل ما گوشی داریم، کل ما تلویزیون نگاه میکنیم، حالا مجلات، نشریات یا هر کدام از ابزارهای دیجیتالی داریم استفاده میکنیم، اینها رو داخل سبد مصرفی میمانیم، میگیم که خب امروز این قانون هستش، اگر که این سبد که ما قرار دادیم به عنوان مصرف ابزارهای دیجیتالی داخل از این، هم تو که گفتیم تلویزیون هست، گیم هست، کامپیوتر هست، موبایل هست، در روز مثلا میتونی دو ساعت استفاده کنی از اینها، و این دو ساعت هم به نحوی باشه که از مثلا اگر 10 تا مواد مصرفی سبد رسانه ما باشه، تو 3 دانش باید استفاده کنی. این قسم نباشه که تو فقط امروز 2 ساعت مصرف رسانه همراه گوشی باشی. اینطور باشه که در او 2 ساعتی که از این سبد رسانه داخل خانواده داری استفاده میکنی، کنارش حالا مجلات هم باشه، کتابچه‌ام باشه، تلویزیون باشه، مکتب باشه. بله. و این ذهنیت رو
بهتره که ما داخل خانواده ایجاد کنیم که این ابزار تکنولوژی برای سرگرمی ما فقط نیست. دقیقاً. الان کلی فکر میکنن که اگر که من تلفن دستم باشه باید با این وقت پر کنم و سرگرمی. خب یا اگر تلویزیون باشه من وقتم خلاص کنم یه برنامه ببینم. خب چرا برنامه مناسب نبینیم؟ بله، یک آموزنده آموزشی آموزنده. بله که بتونه اگر این ذهنیت از بچه‌های ما دور کنیم اونا برایشون سخت نیست که تنوع را بپذیرن در برنامه‌های ما. خانم سجادی ما یک وایس هم داریم، یک بله. پیام صوتی اگر صحبت‌های شما خلاص شد. پنج قدم خلاص شد گفتیم؟ سه قدم شد گفتیم که حال شما بفرمایید انشالله باز در خلال صحبت میگیم. بسیار خوب. خب به ضمن از اینکه بازم تشکر میکنم از هموطنای خوب ما که با ما پیام ارسال میکنن، همیشه پیام صوتی از یک بیننده محترم هست که یک جای میشنویم و خانم سجادی عزیز پاسخگوی سوال ای برادر محترم هستن. سلام علیکم، خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتان. من یک سوال داشتم. بچه ما سنف هفت رفته، میگه پدر جان در مکتب کل همسنفی همه گوشی داره، چرا در مکتب گوشی نمیخری؟ خب تا پار ساله که تا گوشی از خود من کار میکرد یا من هر قسم کار داشت بازی میکرد که دو سخت تماس داشت، هر رقم کار که بود خود گوشی از خودم میکرد دیگه. الانم که مر میگه که گوشی دارم بخر، من نه میفهم که گوشی از دیگه خوب است بگیرم نگیرم، هم سنفیش دارن دیگر، نمیشه که پیش هم سنفی اخت بگیم من پدر مثلا دارم نخرید شهر میشه از شهر. حال من سوال داشتم که گوشی بخرم نخرم، اگه خریدم چی کار کنم؟ نمیره به زحمت یک راهنمایی بفرمایید. بله تشکر میکنیم از برادر محترم ما و سوال بسیار بجای هم هست خانم سجادی. بله. بسیاری از خانواده ها، بسیاری از والدین این مشکل دارن. اولادا وقتی میبینن که اولادای همسن و سال خودش یک موبایل دستش هست، یک گوشی دستش هست، خب از پدر مادر خود این انتظار دارن که برشان تهیه شوه و بسیاری از والدین خب به خاطر این مدیریتی که دارن بله. میگن که نه، مثلا هنوز برای تو بسیار زود است، هنوز وقت هست که مثلا موبایل دستت بگیری. حالا خب به خاطر مشکلات هم اقتصادی هم ترس از فضاهای مجازی که وجود داره بله. خب چی باید بکنن والدین ما در این زمینه؟ چه قسم رفتار کنن که هم صدمه نبینه علاوه بر حال روحی و شخصیتی بله. و کودکشان نوجوانشان و همی که از هر لحاظ صدمه نبینه دیگه بله. هم به لحاظ جسمی بله. تربیتی روانی و رفتاری دقیقاً چی باید بکنن؟ بسیار تشکر میکنیم از برادر عزیز ما که به اشتراک گذاشتن سوالشون را. انشالله که سوالشون پاسخ داده میشه و سوال بسیاری از فامیل های محترمی که در پای تلویزیون ششتن و برنامه ما رو میبینند هست. خب این سوال بسیار والدین هست که ما حالا طفلک ما در 10 سال موبایل ما بود بله. حال میگه که من خودم یک موبایل جدا میخوایم. ببینید در بحث مدیریت وسایل ارتباطی ما 5 تا مدیریت رو میتونیم در نظر داشته باشیم: مدیریت ابزار، مدیریت محتوا، مدیریت نیاز، مدیریت زمان و مدیریت مکان. خب یه سوال برادر ما برمیگرده به بحث مدیریت نیاز. یک وقتی هستش که طفلک ما صبحانه یا چاشتکی نخورده میبینی که بعد از ظهر رنگش چیه؟ رنگش زرد گشته. بله بله. چرا؟ چون که میفهمی که این سر مکتب بوده و گشنه و تشنه شده، گرسنه و تشنه شده و باید غذا مصرف میکرد. درست. یک وقتی هستش که نه، این نان چاشتم خورده، دکان میره میگه که من این ساجقه میخوایم، من نمیفهم کدام از این وسایل خوراکی رو میخوایم بله. که شایدم اصلا گرسنش نباشه، شایدم تشنش نباشه. برای مباحث اطفال که حالا صنف پایین تر هستش، فکر میکنم یادم اون صنف 7 گفتن صنف 7 است بله بله،
صنف هفت. خب حالا که در آسانه صنف هفت گفتن یا 7 ساله گفتن؟ 7 ساله، حالا فرق نمی فرق کنه. ممکن است نمیکنه. که بعضی وقت الان 7 ساله باشه که چون متاسفانه برای اطفالشان وسیله جدا میگیرن، یا اینکه صنف هفت هم در آسانه نوجوانی باشه، شاید این درخواست صنف هفت باشه. بودن بله. حالا اگر که ما بخوایم نگاه کنیم بحث نیاز و درخواست رو بررسی کنیم، گاهی وقت میشه که نوجوان ما حال 16-17 ساله شده، شاید به خاطر ای که صنفای بالاتر شده درس ها ضرورت پیدا کرده باشه، این نیازش باشه که ما برش یک وسیله جدا براش بگیریم، برای موبایل جدا. گرچه قبلش ما در قوانین مصرف رسانه در قاعده قانونگذاری همراهش قصه کردیم که این آسیب ها رو داره، درست. اما یک وقتی هستش که درخواست میکنه، اگر که درخواست میکنه و نیازش نباشه فرزند ما، خب ما این درخواستش تا جایی که میتونیم به تعویق اندازیم که وسیله شخصی جدا برش تهیه کنیم. ما جلسه گذاشتم صحبت کردیم که میتوانیم مپس استفاده مشترک را اینجا بیاییم به میان بگذاریم. یعنی مثلا میگه خب این تبلت هست، توی استفاده کن، اگر که ضرورت داری همشیرت هم نیاز داره، تو ده ساعت ده ساعت در مکتب هستی در فضای مجازی، ای بعد از او برای همشیرت باشه. خانم سجادی، برای یک نوجوان صنف هفت این گپ بسیار سخت است که هم سن و سالاش کلش به صورت خصوصی و شخصی داشته بله. باشن، ولی خود از او نداشته باشه. بله خب این گپ یک کمک سخت است. خب ما در همین قوانین که در خانواده قرار میدیم که بعد از اینکه گفتگو میکنند و به تفاهم میرسند که ما باید مصرفمون رو مدیریت کنیم، در بحث توافق و قانونگذاری ما همراه اینها قانونها رو میگذاریم. وقتی که همراه اطفالمون، همراه نوجوانمون قانون رو میگذاریم، اینا احتمال پایبندی به قوانینشان بیشتر هستش. خب بچم، حال تو که 16 ساله شدی، 17 ساله شدی، تو احتمالی که خودت مدیریت کنی در چه فضاهایی باشه هست، اما حواست باشه که این اخلال ایجاد نکنه زمانی که مصرف میکنی و همراه گوشی هستی، وقت نان خوردنت باشه یا وقت خوابت همراه گوشی باشی یا وقت عبادت و نمازت باشه. وقتی که همراه اطفال و نوجوانان قانون را بر در خانواده وضع کنی، احتمال پایبندیش بیشتر هست. این برنامه ریزی که میگن همیست دیگه، که برای لحظه استفاده کردن از او موبایل یا گوشی، برای از او برنامه ریزی داشته بله. باشیم یا مدیریت داشته باشیم بله. و ایرم خانواده در نظر داشته باشیم ای که حالا ای که جامعه یک رقم شده که اطفال و نوجوانای ما میخوان که وسیله الکترونیکی جدا داشته باشن، ولی یکی از اثرگذارترین افرادی که میتونن روی ذهنیت اینها تأثیر بگذارن همین والدین هستن که در فضای خانه خودشون چطوری رفتار میکنن با این وسایل الکترونیک. یعنی یک وقتی شد که یک داستانی رو ما ذکر کنیم که برای خانواده‌ها شاید جالب باشه، بسیار کوتاست. این که یک بچگی بود، میدید پدرش همیشه کتاب میخونه و این هم عادت شدی بچه کتابخوانی شد و یه وقتی کلان شد برای خودش مکتب رفت، سواد خواندن نوشتن یاد گرفت، آمد که دید پدرش هر روز کتاب چپه میگرفته، یعنی به جای اینکه از پایین ده بالا بگیره و نوشتهاش از بالا ده پایین باشه، این رو پدرش وارونه میگرفته. پدرش در واقع سواد نداشت، اما میخواست که برای بچهش، برای دخترکش یک الگو باشه، یک الگویی باشه که من وقتهایم رو در کتابخانه مصرف میکنم. چیالی. و این رقم شد که او نوجوان خب یک آدم کتابخانی شد و سرانجام یک بسیار عالی. تشکر میکنیم خانم سجادی از صحبتهایتان. برحال وقت بسیار محدود است، از حضور شما هم خدافظی میکنیم، از تشکر قدردانی از حضور شما عزیزان بیننده و همچنین اینکه بعضان به هر حال کابل نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی. امیدوار هستیم که از این فرصت استفاده کنیم و به خدای خوب ما نزدیکتر شویم. التماس دعا و خدا نگهدار. صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله.